تاریخ نجد قسمت اول. برای شناخت صحیح و تحلیل بی‌طرفانه یک جریان بهتر است از منابعی استفاده شود که در دل خود آن جریان شکل گرفته و صاحبان آن جریان مخالفتی با آن نکردند. یکی از مهمترین جریان‌های مذهبی در عصر حاضر فرقه انحرافی وهابیت است. درباره وهابیت مقالات و کتاب‌های زیادی نگاشته شده که می‌توان آنها را به دو دسته موافقین و مخالفین تقسیم کرد. در کتب موافقین نیز برای دستیابی به حقیقت بهتران است که از منابع قدیمی و دست اول استفاده شود. در میان این کتب نیز منابعی انتخاب شود که هم از تحریف مصون مانده باشد و هم نزد جریان مورد بحث دارای مقبولیت باشد. کتاب روزت الافکار و الافهام لمرتاد حال الامام و تعداد غزوات زوال اسلام معروف به تاریخ نجد یا تاریخ ابن قنام از معتبرترین کتاب‌ها در مکتب وهابیت است که در میان پیروان این مکتب نیز دارای اهمیت بوده و معتقد به صحت آن هستند. نویسنده آن حسین ابن ابی بکر ابن قنام است که در مبرز از نواحی احسا واقع در نجد و در نزدیک حجاز متولد شد. وی دوران کودکی و نوجوانی را در احساء گذراند و مقدمات علوم را نزد اساتید آنجا فرا گرفت. او ادبیات عرب را به خوبی آموخت و بر آن تسلط داشت. ابن قنام از کهن‌ترین و متقدم‌ترین نویسندگان تاریخ موجود در باب جنبش وهابیت است. او از مدافعان جدی وهابیت و محمد ابن عبدالوهاب به شمار می‌رود. عده ای دلیل اهمیت کتاب او را هم عصر بودن مؤلف با محمد ابن عبدالوهاب، شاگردیش نزد او و شاهد بودن مؤلف در چگونگی گسترش وهابیت برشمردند. گفته می شود ابن قنام کتاب روزت الافکار و الافهام را به دستور و مشورت با محمد ابن عبدالوهاب نوشته و هدف او از نگارش این کتاب انتشار مذهب وهابیت در سراسر جهان بوده است. از دیگر تاریخ نگاران وهابی که گزارش و اخبار آن نزد جریان وهابیت از اعتبار بالایی برخوردار است، میتوان به عثمان ابن بشر اشاره کرد که در کتاب عنوان المجد فی تاریخ نجد اخبار و تاریخ وهابیت را به خوبی بیان کرده و مانند حسین ابن قنام به شدت تحت تأثیر محمد ابن عبدالوهاب بوده است، به طوری که در جای جای کتابش این اثرپذیری مشهود و عیان است. جدا از این دو نفر، نویسندگان بسیاری نیز در جهت موافقت با وهابیت فعالیت داشتند، اما در مجموع دو کتاب روزت الافکار و الافهام و عنوان المجد فی تاریخ نجد که زبان گویای تاریخ وهابیت است، ما را بران می دارد که با بررسی همین منابع مستند خود را ارائه دهیم. امت مدیا تیوی